اینجا خونه ماست، هر کی ببینه فکر میکنه پرنده فروشیه. میبینی چه تاکسی در میای قشنگی، نازی گل پیازی. ببین با این مرغه میخوام براتون چی درست کنم، زیباترین رسپی میرزا رضا، و بهت یاد میدم چطوری مرغ درست کنی که توش اینجوری آبدار باشه. میبینی خشک نیست، اما دست میزنی تکه و پاره میشه. بس هوش و حواستو جمع کن، بریم سراغ یکی از قدیمی ترین رسپی ها ایران. با یه گاز مشتی کار این مرغو تمومش کردم. نازی گل پیازی، امروز میخوام بهتون یه آموزش بدم عجیب غریب. رسپیش برای میرزا رضا آشپز قاجار بوده، یه مرغ سرخ کرده یه مشتی خوشمزه. بریم با هم درست. به به، نیاز به چی داریم؟ به جوجه هایی که خیلی وزنشون کم باشه. این جوجه 800 گرمه. اینا جوجه های سفارشیه ولی یه مقداری قیمتشون گرونتره. کاری که میکنیم جوجه رو اول دو تکش میکنیم، خیلی ساده. خب این از این، اینا رو از یه جایی من میگیرم که فقط هم مرغای کوچیک داره، قیمت 6.97 دلار گرفتم هر کدومشو، ولی مرغایی هستن که خیلی خوشمزه، خوشخوراکن. شوخی میکنم، اونو آوردم، اونو برای مغازم گرفتم، تاکسیدرمیه، اونو برای مغازه برای دکوریشنش گرفتم. تاکسیدرمی خیلی دارم من تو خونه، از طاووس گرفته دارم، نر و ماده، گوز، من خیلی چیزای دیگه. اینم به همین شکل میریم تو کارش که اول سب ببینن خمیر میبوره، انگاه خمیر بازیه اینجا رو. اینم آماده شد، فقط میریم مرغامونو نظافت میکنیم، میایم دوماشو میزنیم، چربی اضافیشو میگیریم و برمیگردیم. با این چربی اضافیشو به این شکل بگیرید و اینم بذارم کنم. حالا اولین کاری که میکنیم، نیاز به چی داریم؟ زردچوبه داریم. یه دونه ظرف میاریم، دونه دونه با زردچوبه اینا رو حسابی ماساژ میدیم. ببینید به این شکل حسابی ماساژش بدید و مطمئن بشید که زردچوبه تو همه قسمتاش رفته. بعد نگاه کنید به این شکل از پشت و جلو، و بعد زردچوبه ها رو کاملا میتکونید و مرغ بعدی. حالا میریم برای قسمت سرجری، دستاتون رو قشنگ بشورید تا اینو براتون جراحیش کنیم. حالا برای اینکه این دیپ مرینید بشه، این فوت کوزه‌گریشه، نگاه کنید اینجوری چند تا سوراخ بهش میزنید، ولی سعی کنید که دمیجش نکنید. ما اصلا با اون قسمتش کاری نداریم، با قسمت پوستش. اگه شما قشنگ اینا رو سوراخ سوراخ کنید دیگه تمومه. این مرغ رو برای اعضای خانوادهتون درست کنید. اگه همه عاشقتون نشدن، مطمئن باشید که ازتون متنفر میشن. این از این و اینم از این، این دوتا رو هم انجام. پیاز اسیددار مشتی داریم، نگاه کنید این پیاز قرمزدار من عاشقشم، یعنی تمام، به خصوص با آبگوش یک حالی میده. من میگم پیاز سفید ولی پیاز قرمز معرکه است. خب این از این. حالا به چیزی که نیاز داریم میریم سراغ فوت‌های کوزه‌گریش که بهتون یاد میدم و تو قوطیه هیچ عطاری پیدا نمیشه. چند تا حبه هم سیر داریم، نگاه کنید اینا رو هم خردش میکنه. اما این الان درجا آماده نمیشه، این زمان میبره. حالا این از این، اینم سرکه سفید. آنجا میگیری این ارزون تر $1.50 تو استرالیا. حالا نیاز دارین شما فرض کنید که بذارید لیوان بیارم دیگه، یه دونه لیوان سرکه میریزی، نگاه کنید انقدر بعد ترش بشه دیگه، بعدم این توش نمیره که. اینو که ریختید یه دونه لیوانو، سعی میکنید تو تمام قسمت ها بره. یه ذره دیگه من بریزم. خب این از این. بعد سرکه چی کار میکنید؟ حالا بهش آب اضافه میکنید. اینو داشتید تا اینجا. حالا میام سراغ چیزایی که قرار کمک کنه مزهش عوض بشه. اینجا بعضی از رستوران عربی هم مرغو به همین شکل برای چارکول چیکن مرینیت میکنن تو بشکه های خیلی بزرگ.
چیزی که نیاز داریم یه پینچ از هات چیلی فلفل قرمز تون نیاز داریم و همینطور درای تایم آویشن، اینم میزنیم بهش اضافه میکنیم و همینطور برای اینکه آبش مزه بگیره نیاز به کرش بلک پیپر هم داریم، اینم تو آبش میریزید و فقط موندشی نمک، اینم از نمک. خب حالا اینو باید چیکار بکنیم؟ قلقو بهتون بگم، اینو باید بذارید داخل یخچال، میتونید بین 2 ساعت، حالا بستگی داره که چقدر میخواید ترش بشه، تا 2 روز نگهش دارید. اما پیشنهادی که من میکنم بهتون، اگه میخواد گوشت کیفیتش رو از دست نده، مکسیمومش برای 7-8 ساعت عالیه، چون خیلی ها این کارو میکنن، اینجا میذارن یه شب تا صبح میمونه، صبح بارشون رو میفروشن، ولی نظر خود منم تا 7-8 ساعته. میریم 7-8 ساعت دیگه مرغا رو میذارید آب کشی بشه، خیلی خطرناکه وقتی که میخوایم دیپ درایشون کنیم. میبینید هنوز یه مقداری آب داره، اینجوری کامل تکونش میدیم و اینم نگاه کنین از تو آب در آوردم، 1 ساعت گذاشتم مونده. بریم برای دیپ فرای کردنش. دستمال آبگیریش میکنیم مطمئن بشیم که آب نداره. روغنی هم که این تو ریختم تقریبا الان 40 دقیقه است که این رو حرارت ملایم رو به بالا، یعنی آماده است روغن. حالا اول آروم یه دفعه نندازید، ببینید روغن الان میبینید این روغن میتونه کار اینو بکنه. اولی رو انداختید سب میکنید، بعد میرید برای دومی. بعد 2 دقیقه بعدی رو اضافه میکنم. وقتی که میخواید بعدی رو اضافه کنی حرارت خوبه بالا باشه که یه دفعه حرارت نخوابه، آروم پرتشم نمیکنید تا ثانیه آخر. اینم از این روغن این چیزها رو رعایت بکنید، خیلی خطرناکه. برای استفاده کردن باید تانگ بلند داشته باشید، خدای نکرده روغن نپره تو سر صورتتون. این از این و تقریبا هم یه 30-35 دقیقه طول میکشه که این آماده بشه، ولی یه مزه 15 دقیقه گذشته و ولی من این رنگ رو نمیخوام، میخوام گلدن براون بشه و خیلی خوشگل و بهتر. یه مقدار دیگه صبر میکنم، تقریبا یه 10 دقیقه. حالا میایم یه کوچولو پیاز خشک اینجا، یه کوچولو اینجا، یه کوچولو اینجا، به به، یه چند تا دونه کوچولو هم که دیزاین رو خراب نکنه. این پیاز خشکش نامبر وان از برای بچه‌های هندوستان کلکته میخرم. خب این از این. آقا چطوره؟ خوبه؟ آنجان چطوره؟ ها تعریف کن دیگه، آدم الکی بگو آره، بابا من شوهرتم، الکی بگو آره، نخورده بگو آره. حالا برای اینکه اتروبو بهتری بگیره یه مقداری زعفرون با براش بهش میلنیم، وقتی که موقع خوردنه نزدیک بینیتون که میرسه این بوی زعفرون میکوبه تو صورت آدم. به به به، ببین چی خوشمزه. این از این. حالا در رابطه با سرو کردنش یه مطلبی بهتون بگم، میتونید از آب مرغ استفاده کنید، چیکن استاک، یه مقداری زردچوبه و زعفرون بهش بزنید و همچنین یه مقداری کره توش آب بکنید، به عنوان سس کنارش قرار بدید. این کامپلیتلی با اکبر جوجه متفاوته، جوجه هاش کوچیکه ولی اون مرینیت کردن، اون طعم پخ، اون درجه حرارت کاملا با هم دیگه فرق میکنه. اما اگه اینو بزنید عاشقش میشید. نمیتونم فعلا بخورم، باهاتون همینجا خدافظی میکنم، خواستم گاز بزنم یه اینجوری فیلم من براتون میگیرم، عکسامون رو بندازیم. دمتون گرم، خدا یار نگهدارتون. ببین چجوری پخته، توش رو نگاه کنید، آبدار آبداره، میبینید؟ ببینید استخونا در اومد، نگاه کن. Beautiful. Tamam.